درود بر شما دوستان و همراهان، به این کلیپ و به این درس خوش اومدید. در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مستاب خوردن و در این درس میخواییم در خصوص انواع اس در پایان کلمه های انگلیسی صحبت بکنیم و با هم یاد بگیریم انواع حرف های اسی که در انتهای بعضی از کلمات در انگلیسی میان چه مفهومی دارن و چه کاربرد و چه استفاده ای دارن. پس با ما همراه باشید در این کلیپ و فراموش نکنید که اگر میخواید در جریان آخرین آپدیت ها و آخرین درس ها و جدیدترین درس های انگلیسی مستاب کردن قرار بگیرید، حتما کانال رو سابسکرایب یا دنبال بکنید تا اولین نفراتی باشید که درس ها برای شما ارسال میشه و میتونید از اونها استفاده بکنید. بسیار خوب، بپردازیم به درس انواع حرف اس در پایان کلمه های انگلیسی. حالت اولی که در آخر کلمات ممکنه شما اس ببینید، اس جمع که خیلیاتون اون رو میشناسید. اس جمع برای جمع بستن اسم ها در انگلیسی استفاده میشه، اینو خودتون میدونید، و به انتهای اسم ها اضافه میشه. چند تا مثال رو با هم مرور کنیم. مثل book، book یعنی کتاب، و وقتی که میخوایم اون رو جمع بیان بکنیم اس در انتهاش اضافه میکنیم، میشه books یعنی کتاب ها. book یعنی کتاب، books یعنی کتاب ها. حالا شما در قسمت کامنت بنویسید books و تکرار بکنید. عزیزان، تکرار کردن و بیان کردن با صدای رسا خیلی مهمه و حتما فراموش نکنید موقعی که دارید بیان میکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید. حالا این دوتا عبارت که ساده بودن، ولی عبارتهای بعدی رو حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان در این کلیپ تا بتونید اشتباهات تلفظیتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید. books. table. table یعنی میز. tables یعنی میزها. همونطور که میبینید اس بهش اضافه میشه. کلمه بعدی fork یعنی چنگال، اما وقتی که میخوایم بگیم چنگال ها یه اس اضافه میشه، میشه forks. forks یعنی چنگال ها. fork یعنی چنگال و forks یعنی چنگال ها. حالت دومی که ما اس در انتهای کلمات اضافه میکنیم در انتهای افعال انگلیسی هستن. همینطور که میدونید برای بیان فعل برای حالت سوم شخص مفرد و در صورتی که فاعل ما سوم شخص مفرد باشه، ما از اس سوم شخص استفاده میکنیم. یه مثال رو با هم مرور کنیم. موری لایکس انگلیش لنگویج. موری لایکس انگلیش لنگویج. همونطور که میبینید فعل لایک یعنی دوست داشتن اس سوم شخص به خودش گرفته، به دلیل اینکه موری سوم شخص مفرده و در اینجا فعل ما که فعل لایک یا دوست داشتنه اس سوم شخص به خودش میگیره. موری لایکس انگلیش لنگویج یعنی موری زبان انگلیسی رو دوست داره. حالا نوبت شماست. حالا در قسمت کامنت همین عبارت رو بنویسید و با صدای رسا بیانش بکنید تا خوب بتونید بیان کنید و مسلط بشید بهش. موری لایکس انگلیش لنگویج. یه مثال دیگر رو با هم مرور کنیم. موری wants to help others. موری wants to help others. موری فاعل جمله است و فعل جمله want یعنی خواستن، و به این دلیل که فاعل ما سوم شخص مفرده از اس جمع استفاده میکنیم و باید بنویسیم wants یعنی میخواهد. موری wants to help others یعنی موری میخواهد به دیگران کمک کند. حالا نوبت شماست. در قسمت کامنت همین عبارت رو بنویسید و بیان بکنید و تکرار بکنید. موری wants to help others. حالت سومی که اس در انتهای بعضی کلمات در انگلیسی استفاده میشه حالت آپاستروفی اس برای بیان مالکیته. معمولا اگر مالکیت چیزی یا شیئی یا کسی یا فردی رو به نسبت یک فرد دیگه، یعنی برای یک آدم بخوایم بیان بکنیم یا حیوان بخوایم بیان کنیم یا کشورها یا زمان، باید از آپاستروفی اس استفاده بکنیم و به این صورت که در ادامه مثالها رو با هم مرور خواهیم کرد بیان خواهیم کرد. مثلا میخوایم بگیم کیف موری. کیف موری، کیفی که متعلق به موریه. اول اسمش رو می‌نویسیم، می‌نویسیم موری آپاستروفی اس بگ،
میشه کیف موری، کیفی که متعلق به موریه. حالا نوبت شماست، در قسمت کامنت بنویسید موریز بگ و بیان بکنید. فراموش نکنید بیان کردن بسیار اهمیت داره و باعث میشه که عضلات زبانی و دهانی شما تمرین کنن و مرور کنن و مسلط بشید و رفته رفته با این روش و با این تکنیک بیانتون بسیار رشد بکنه. موریز بگ. حالا میخوایم بگیم برادر مینا. اول اسمشو میمیسیم مینا آپاستروفی اس برادر. برادر یعنی برادر. میناز برادر یعنی برادر مینا، برادری که متعلق به میناست. حالا نوبت شماست، در قسمت کامنت همینو بنویسید و با صدای رسا بیان بکنید و تکرار بکنید. میناز برادر. مثال بعدی Your sister's car. Your sister's car. Your یعنی مال تو، مال شما. Sister یعنی خواهر. Sisters آپاستروفی اس برای مالکیت استفاده شده. Car یعنی خودرو یا ماشین. Sister's car یعنی ماشین خواهر. Your sister's car یعنی ماشین خواهرت. حالا نوبت شماست، در قسمت کامنت همینو بنویسید و با صدای رسا بیان بکنید و تکرار بکنید. Your sister's car. پس برای مالکیت دیگه داریم یاد میگیریم که چطور باید بیان بکنیم. Your sister's car. حالا میخواییم بگیم همسر رئیس. چی باید بمیسیم؟ The boss's wife. The boss داره اشاره میکنه به اون رئیس مشخص. Boss یعنی رئیس. آپاستروفی اس برای بیان مالکیت. Wife یعنی همسر. همسر خانوم منظور. Boss's wife یعنی همسر رئیس. The boss's wife یعنی همسر اون رئیس مشخصه، رئیس مشخصی که داریم در موردش صحبت میکنیم. حالا نوبت شماست، در قسمت کامنت بنویسید The boss's wife و حتما فراموش نکنید که با صدای رسا هم تکرار بکنید، عزیزانی خیلی مهمه. The boss's wife یعنی همسر رئیس. The boss's wife. حالا میخواییم بگیم خانه خانم چنگ. فرض کنید که شما یه همسایه چینی دارید اسمش چنگه. حالا این خانم میخواییم بگیم خونه خانم چنگ. خانم چنگ میشه میسیز چنگ. میسیز چنگ یعنی خانم چنگ. آپاستروفی اس برای بیان مالکیت. هاوس یعنی خانه. میسیز چنگز هاوس یعنی خانه خانم چنگ. حالا نوبت شماست، در قسمت کامنت همین عبارت رو بنویسید. میسیز چنگز هاوس. و فراموش نکنید که با صدای رسا تکرار و بیان بکنید. Mrs. Chang's house. حالا مثال بعدی میخواییم بگیم لانه پرنده. Bird یعنی پرنده. آپاستروفی S برای بیان مالکیت. Nest یعنی لانه. Bird's nest یعنی لانه پرنده. و همونطور که میبینید برای بیان مالکیت یک شی نسبت به یک حیوان از آپاستروفی اس داریم استفاده میکنیم و دقیقا به همین صورت هم باید استفاده بشه. حالا مورد بعدی رو دقت داشته باشید. ایرانز نوکلیر پروگرام. ایرانز نوکلیر پروگرام. ایران اسم کشور. آپاستروفی اس برای بیان مالکیت. نوکلیر یعنی هسته‌ای. پروگرام یعنی برنامه. نوکلیر پروگرام یعنی برنامه هسته‌ای. ایرانز نوکلیر پروگرام یعنی برنامه هسته‌ای ایران. برنامه هسته‌ای که متعلق به ایرانه. پس در اینجا هم برای بیان مالکیت از آپاستروفی اس استفاده کردیم. ایرانز نوکلیر پروگرام. حالا نوبت شماست، همین عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید. اینا خیلی مهمه. ایرانز نوکلیر پروگرام. Today's lecture. Today's lecture. Today یعنی امروز. آپاستروفی اس برای مالکیت. آپاستروفی اس در اینجا برای حالتی استفاده میشه که میخوایم در مورد یک زمان صحبت بکنیم. زمانمون که today امروز. Today's با آپاستروفی اس برای بیان مالکیت. Lecture یعنی درس، کنفرانس. Lecture امروز. پس معنیش میشه lecture امروز، درس امروز. Today's lecture یعنی درس امروز. همونطور که درس امروز ما در مورد انواع اس در پایان کلمه های انگلیسیه. حالا نوبت شماست، در قسمت کامنت همین عبارت رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Today's lecture. Today's lecture.
tomorrow's meeting. Tomorrow's meeting. Tomorrow یعنی فردا، apostrophe s برای بیان مالکیت و همونطور که میبینید به یک زبان مشخص یعنی فردا داره اشاره میکنه. Meeting یعنی میتینگ یا ملاقات، قرار ملاقات. Tomorrow's meeting یعنی قرار ملاقات فردا، میتینگ فردا. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین عبارت رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Tomorrow's meeting. Tomorrow's meeting. بسیار خوب، رسیدیم به بخش تمرین. حالا میخوام بگم کامپیوتر دیوید چی باید بنویسم طبق قاعده ای که گفتیم؟ این تمرین به عهده شماست، طبق درسی که با هم کار کردیم در قسمت کامنت بنویسید. میخوام بگم کامپیوتر دیوید. دیوید. آها. خب این دیگه به عهده شماست، در قسمت کامنت بنویسید اگر میخواید خوب یاد بگیرید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. انواع اس در انتهای کلمات انگلیسی رو با هم مرور و تمرین کردیم. دوستان فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید از این درس تمرین و استفاده بفرمایید تا منجر به یادگیری موثر و مفید شما عزیزان بشه. بهترین ها رو برای شما آرزو بندیم. فراموش نکنید که کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. آرزوی تندرستی و خوشی رو برای شما داریم.